سلام دوستای عزیز، امید است یک روزی بارانی قشنگ را داشته باشین. و قسمی که شما میبینین ما در ناکت هستیم که منطقه را پای نیلی میگه، مرکز ولایت دایکنده هست، ولایتی که همیشه زبان زدی افغانستان و منطقه بوده. اگر ما بررسی بکنیم منطقه دایکنده را، دایکنده در زمان سابق یکانه کسایی بودن که رول بسیار مهم و عمده ای داشتن در شکست دادن ابرترین قدرت ها و بیرون کردن مهاجمین از کشور. و فعلا ما و شما اگر بیاییم ببینیم دایکنده از لحاظ سیاسی بسیار رول عمده و خوبی را در جامعه و دنیا بازی میکنه، و از لحاظ طبیعی قسمی که شما در تصویر میبینید یک ولایتی است که بادامش زبان زده من تمام منطقه و جهان است. بادام دایکنده از لحاظ کیفیت و خوب بودن خود در تمام دنیا نام داره، و از لحاظ جغرافیایی متاسفانه توجه دولت مرکزی در اینجا صورت نگرفته و مردمش ما میتونیم بسیار بگویم به شکل بسیار بدی زندگی میکنن. تنها رای درآمد و رای که نفقه عیال خود تهیه بکنه همین جمعی بادام است و بعض میوه های دیگه که در ولسوالی گرمسیر از ولایت پیدا میشه. و از لحاظ فرهنگی ببینی یک مردم بسیار مهمان نواز، یک مردم بسیار فرهنگ دوست، و مردمی که همیشه هویتشان، همیشه افغان بودنشان، همیشه دایکنده وال بودنشان حفظ کردن، و مردمی که همدیگر دوست داره و هیچ وقت همدیگر تنها نگذاشتن و در تمام مراحل دشواری ها و در تمام مراحل سختی ها در کنار همدیگر بوده، و از همه سختی ها بخصوص که فعلا دایکنده حتی دولت مرکزی میگه که یک کشور یک ولایتی است که توسط طبیعت یا میتونیم بگویم زندان طبیعی برش هم میشه خطاب کرد، و به این موقع اینا قرار داره با آن هم اینا به دست هم داده مردم خوده، ولایت خوده، منطقه خوده حفظ کردن و همدیگر همیشه تحمل کرده و کمک کرده تا هیچ وقت یک مشکل یکشان زیاد فشار سرشان نیاره، یکشان زمین گیر نکنه. همیشه اینا مردمی بودن مهمان نواز، هر کسی که از هر ولایت به اینجا آمده بسیار روپوشانی باز در اینجا ازشان استقبال شده. خودم هم خوشبختانه که در اینجا آمدیم و یک از خوبی ها یا یک از شانس های ما بوده که بچه هستم از غزنی آمدیم، فیلن آمدیم در متن دایکنده به چند ولسوالی شکشتیم، همیشه از استقبال مردم، از خوبی های مردم، از مهمان نوازی های مردم، حتی خودشان در خانه شاید نان خوردن نداشتن، ما بهترین غذا ها را تهیه کردن. و نه از لحاظ خوب بودن و با کیفیت بودنش، نه از لحاظ نشان دادن فرهنگشان ما به چی میزان مردم دوست هستیم، به چی میزان مهمان نواز هستیم. از این لحاظ ما در ولسوالی مختلف ولایت دایکنده گشتیم، گی، اشتلای، کیبی و بعض ولسوالی دیگه که بوده، بسیار مردم خوب حالی هستن. از لحاظ برف و باران اگه ببینیم اینجا روز بارانی هست و متاسفانه مردم از نگاه سیلاب اینا زیاد متضرر میشن همه ساله، و زمستانش هم زمستان بسیار خشینی داره که همه ساله جان بیشتر از 20-30 نفره برفکوش ها میگیرن، که دولت مرکزی باید بسیار زیاد توجه بکنن در این عرصه تا بتونه کوههای دایکنده را توسط کاشتن درخت های مثمر بتونه از این برفکوش ها از این سیلاب ها جلوگیری بکنه، که شاید مردم نتونه از توانش نرسن اما کوشش خود میکنن. با آن هم یاد است دولت مرکزی دست مردم را بگیره. تشکر از این که تا اینجا بیننده بودین و صحبت‌های جالب و شنیدنی آقای جواد سفری را شنیدین. آقای سفری یک از جوانای فعال و پرتلاش ولایت غزنی است که فعلا در ولایت دایکنده ایفای وظیفه میکنه. ایشان در یک از مؤسسات مصروف فعالیت و خدمت است. سفرهای بسیار زیاد را در ولسوالی اشترلای، ولسوالی کیتی، ولسوالی شهرستان، ولسوالی خدیر و همچنان دیگه ولسوالی ها که در خود نیلی هم بوده، دفتر در همین جا است داشته.
اینا با توجه به چشم دید را که از مناطق مختلف داره و چیزهایی را که از مردم آموخته و خدمات را که از مردم دیده، خواستن که در جلوی کامرا بیای و با شما شنونده ها و بیننده های عزیز در هر جایی که هستین در میان بگذاره. برالوی حرف های شان میخواییم بگم که دایکندی یک از ولایت های بسیار جالبی است، بسیار سخت کوش است و مردمی دارد که با شرایطی نسبتا سخت و بسیار با مشکلات دست پنجه نرم میکنند، ولی با وجود این همه شرایط این مردم از هر نگاه پیشرفت داشته، از نگاه علمی پیشرفت داشته، از نگاه فرهنگ پیشرفت داشته و از نگاه نباتات و زراعت هم تلاش کرده تا روش های بهتری را آزمایش بکنه و روش های خوبی را روی دست بگیره که الحمدلله نتیجه خوبی داده. شما در تصویر میبینید تا جایی را که چشم کار میکنه و تا جایی را که دید صورت میگیره همه جا بادام است، درخت های زردالو هست، درخت های سیب است و همچنان دیگر درخت های مسمر و غیر مسمر است. همچنانی که در تصویر بسیار زیبا دیده میشه و بسیار مقبول به نظر میرسه، قدم زدن در این مناطق، چکر زدن در این جاها، خصوصا در فصل بهار و همی زمانی که هنگامه شگوفه و گلباران بهار است، تفریح و میله در این مناطق بسیار زیبا و بسیار خاطره انگیز میشه. شماهایی که در جاهای دور هستید و شاید از ولایت دایکندی در خارج از کشور باشین، در ولایت های دیگه باشین و این ویدیو رو میبینید، خاطرات شما و یاد شما از وطن تازه میشه و به یاد این منطقه میفتید و شاید مقایسه کنید که نسبت به سالهای قبل چقدر تغییرات مثبت و چقدر پیشرفت های صورت گرفته و قطعا خوشحال میشید از این که میبینید مناطق شما. این ویدیو ها در اختیار شما قرار میگیره، امیدوار هستیم که از دیدن آن لحظه شاد و خوشی را تجربه کرده باشید و مورد پسند شما قرار گرفته باشید. امیدواریم آنچه را تماشا کردید برای شما تازه، جدید، نو، خاطره انگیز و فرح بخش تمام شده باشد. برای اینکه ویدیوهای دیگری ما را نیز تماشا کنید و از دیدن ویدیوهای بعدی که ما از مناطق مختلف افغانستان یا سنترال افغانستان، مناطق مرکزی برای شما تهیه میکنیم، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کرده و با دوستان خود نیز معرفی کنید. ما ویدیوهای زیاد را از مناطق مختلف هزارآجاد و مناطق مرکزی افغانستان برای شما تهیه کرده و نشر میکنیم. هر گونه نظر، پیشنهاد و انتقادتان را با ما شریک ساخته و ما را در بهبود این کانال و در امر معرفی سیمای مناطق مرکزی یاری نمایید. تا دیدار بعد، خداوند یار و نگهدار شما. سبز باشید و شادان.